سهل تکاف لیلا. اسرائیل نقض تمامیت ارضیش را تحمل نخواهد کرد و اجازه تشکیل هسته‌های خطرناک در مرزهایش را نخواهد داد. رژیم سوریه مسئول همه اتفاقاتی است که از خاکش سرچشمه می‌گیرد. حمله هوایی اسرائیل به مواضع نیروی قدس سپاه در سوریه. دیدبان حقوق بشر میگوید 5 ایرانی هم کشته شدند. از مهمانان برنامه میپرسیم چرا اسرائیل به مواضع ایران در سوریه حمله میکند؟ آیا هزینه حمایت تهران از شبه نظامیان به فایدهش میارزد؟ همچنین در برنامه امشب واکنش‌های بین‌المللی به تصمیم آمریکا برای کاهش نیروهایش در افغانستان. طالبان استقبال کرد، ناتو و اتحادیه اروپا هشدار دادند. از جوشکاری و فروشگاه مصالح ساختمانی تا عطاری و خاربار فروشی، فهرست مشاغلی که از تعطیلی به خاطر شیوع کرونا معافند. همزمان با اعلام بسته معیشتی دولت، شورای نگهبان طرح مجلس برای یارانه کالاهای اساسی را تصویب کرد. و بهار بیت کوین بعد از 3 زمستان، قیمت معروف‌ترین ارز دیجیتال از 18000 دلار گذشت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام به شما، شبتون خوش. خوش آمدید به 60 دقیقه امشب. من پریزاد نوبخت هستم. ارتش اسرائیل میگوید اهداف نظامی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه را بمباران کرده. خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرده که در این حمله 3 نظامی سوری کشته شدند و 1 نفر هم مجروح شده. اسرائیلی ها گفتند که این حمله را به تلافی کار گذاشتن بمب‌های کنار جاده‌ای در بلندی‌های جولان در مرز سوریه و اسرائیل انجام دادند. ارتش اسرائیل در توییتر پرسیده در حالی که تهران بیش از 1600 کیلومتر با اینجا فاصله دارد، بمب‌های ایران اینجا چه می‌کنند؟ سوال طرف مقابل این است که هواپیماهای اسرائیلی در آسمان سوریه چه می‌کنند؟ 4 روز پیش هم اعلام کرد که اسرائیلی‌ها نفر دوم القاعده در تهران را کشتند. تحرکات اخیر اسرائیل را چطور باید تفسیر کرد؟ تنش‌های منطقه‌ای و جنگ‌های نیابتی ایران با رفتن دونالد ترامپ و آغاز ریاست جمهوری جو بایدن چه تغییری می‌کند؟ در مورد اینها صحبت می‌کنیم. اول گزارشی ببینیم از باران عباسی. آخرین دیدار رسمی وزیر خارجه آمریکا از اسرائیل. چند هفته مانده به پایان کار دولت مستقر در واشنگتن. دولتی که سیاست فشار حداکثریش علیه ایران سیاست محبوب مقام‌های اسرائیلی بود. استقبال از مایک پومپئو کمی بعد از آنچه در بلندی‌های جولان رخ داد. منطقه حائل مرزی با سوریه. نیروهای ارتش اسرائیل در راه کشف بمب‌هایی که می‌گویند به دستور ایران اینجا کار گذاشته شده با هدف کشتن سربازان اسرائیلی. اسرائیل میگوید ساعتی بعد از پیدا کردن این مین‌ها به ایران و سوریه پاسخ داده با بمباران کردن 8 نقطه در خاک سوریه از جمله اهداف نظامی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران. دمشق حمله از سوی اسرائیل را تایید کرده. میگوید 3 نیروی ارتش سوریه کشته شدند. با این حال گروه دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته شدگان را 10 نفر اعلام کرده و میگوید 5 نفرشان احتمالاً ایرانی بودند. حمله های از این دست ظرف 9 سال گذشته در پی آغاز جنگ داخلی در سوریه بارها تکرار شده. جنگی که نفوذ نظامی ایران به عنوان حامی کلیدی دولت سوریه را تا مرزهای اسرائیل گسترش داده. آنچه اسرائیل تهدیدی راهبردی و غیر قابل چشم پوشی می داند. اسرائیل نقض تمامیت ارضیش را تحمل نخواهد کرد و اجازه تشکیل هسته های خطرناک در مرزهایش را نخواهد داد. رژیم سوریه مسئول همه اتفاقاتی است که از خاکش سرچشمه می گیرد. رویارویی اسرائیل و ایران اما تنها به خاک سوریه محدود نمی شود. چند روز پیش روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که نیروهای اطلاعاتی اسرائیل مرد شماره 2 القاعده را در تهران ترور کردند. عملیاتی به نیابت از آمریکا علیه عبدالله احمد عبدالله معروف به ابو محمد مصری.
مظنون اصلی در بمب‌گذاری‌های بیش از دو دهه پیش در سفارتخانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا. ایران کشته شدن چنین کسی را تکذیب کرده. نیویورک تایمز اما به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گوید ترور مصری مرداد امسال رخ داد، تقریبا همزمان با چند انفجار مرموز در ایران، از جمله حادثه در تأسیسات هسته‌ای نطنز، آنچه تهران اقدامی خرابکارانه نامیده اما نامی از عاملانش نبرده، اقدامی که بعضی از منابع اطلاعاتی آن را در چهارچوب کارزار مشترک آمریکا و اسرائیل برای مهار ایران می‌بینند. دولتی که اسرائیل بهترین دوست خود می‌دانست اما هفته‌های آخر خود را سپری می‌کند. خداحافظی مایک پومپئو از تل آویو شاید پایانی بر حمایت یک جانبه کاخ سفید از رویکرد فعلی اسرائیل در مقابل ایران باشد. باران عباسی، بی بی سی. رونن برگمن از روزنامه نیویورک تایمز از تل آویو با ماست. آقای برگمن کتاب‌های متعددی داره در مورد رفتار و عملیات نیروهای اسرائیلی علیه ایران، از جمله کتاب برخیز و اول تو بکش، تاریخ مخفی ترورهای هدفمند اسرائیل. آقای برگمن خوش اومدید به برنامه. اول برامون بگید که این حملات اسرائیل در واقع چه پیامی داره و برای چه کسی؟ ممنونم از دعوت شما. این پیامی است که هم برای نیروهای ایرانی است، به خصوص نیروهای قدس که در سوریه مستقر هستند و البته نیروهای سوری که میزبان اونها هستند. ما دیدیم که یک فرایندی رو دیدیم که حدود تابستان شروع شد، وقتی که اسرائیل کشف کرد چند بمب رو که بعضی از عوامل سوری که تحت فرمان نیروی قدس بودند داشتن تلاش میکردن این بمب‌ها رو در مرز اسرائیل و سوریه این بمب‌ها رو به کار بندازن. خب وقتی که این بمب‌ها کشف شدن و اون عوامل کشته شدن، پیامی که اسرائیل سعی کرد بفرسته به ایران این بود که چنین رفتاری رو تحمل نمی‌کنه. چند بار نخست وزیر اسرائیل اینو گفته که به ادامه این تلاش‌ها رو تحمل نخواهد کرد که بخوان بمب بگذارن در مرز اسرائیل و سوریه. اما فکر می‌کنم پیام گسترده‌تر اینه که اسرائیل نخواهد پذیرفت و تحمل نخواهد کرد تداوم حضور نظامی حزب الله لبنان در سوریه رو که تحت حمایت ایران هست. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل به من گفتند که پیام اونطور که باید و شاید گویا دریافت نشده بود از جانب طرف مقابل. همین اخیراً اسرائیل دوباره یک محموله از بمب‌ها رو در مرز خودش کشف کرد، بمب‌هایی که این بار بزرگتر بودن و هدفشون این بود که لطمات بیشتری به بار بیارن و مرزبانان گشت‌زنه اسرائیل رو در اون مرز بکشن. بنابراین حدود کمی بعد از نیمه شب امشب به وقت محلی شب گذشته اسرائیلی ها چند هدف رو در سوریه بمباران کردند. یکیش در حومه دمشق موسوم به خانه شیشه‌ای هست. این مقر اصلی نیروهای قدس در سوریه هست و هدفی که بارها هم قبل از این اسرائیلی ها بمبارانش کردند. یک تأسیسات دیگر که برای اولین بار بمباران شد، یک تجهیزات میزبانی از مقام‌های عالی رتبه ایرانی است، اون هم نزدیک دمشق و بعد نزدیک مرز با سوریه مقر نیروهای سوری ایرانی که از اونجا فرمان صادر میشه به عوامل نیروی قدس. بنابراین پیامی که اسرائیل داره به ایران میفرسته اینه که ما به دنبال شما هستیم، ما فعالیت شما را از خیلی نزدیک داریم مشاهده میکنیم، شما و نیروهای سوری
کاری که شما میکنید و کاری که نیروهای سوری میکنن ما تحمل نخواهیم کرد و با اشد قوای خودمون پاسخ خواهیم داد. به مواردی از حمله های اسرائیل علیه مواضع ایران اشاره کردید. چند روز پیش هم خبری بود به گزارش نیویورک تایمز که رهبر دوم القاعده در ایران رو عوامل اسرائیلی تونستند که بکشن. فکر میکنید که ایران چرا سکوت میکنه؟ خب ایران واکنش نشون داد. البته وقتی که گزارش نیویورک تایمز رو همکاران خوب من شمیت و بورمن منتشر کردند با خیلی جزئیات این عملیات کشتنی رو که در خیابان‌های منطقه مرفه‌نشین پاسداران در شمال تهران انجام شد توضیح داده و توصیف کرده، جایی که عوامل اسرائیلی و نیروهای اسرائیلی، دو نیروی اسرائیلی رفتن رو موتور سیکلت و این فرد رو، این رهبر القاعده آقای المصری و دخترش مریم رو که در واقع بیوه پسر بن لادن، اسامه بن لادن هست، اینا رو کشتن. و تنها چند ساعت بعد از اینکه این گزارش بیرون اومد ایران این رو انکار کرد که این فرد کشته شده و انکار کرد که اصلا چنین فردی هرگز در ایران پناه بهش داده شده از سوی نیروهای اطلاعاتی ایران. ایران مدعی شد که این نام قلابی، نام مستعاری که نیروهای ایرانی به او داده بودن، حبیب داوود بوده و گفتن که این حبیب داوود شهروند لبنانی بوده که کشته شده و نه آقای المصری، نفر شماره دو القاعده. ضمن اینکه باید اضافه کنیم که از اون زمان تا اینجا گزارش ما تایید شده از جانب چند رسانه مهم دیگر از جمله واشنگتن پست، اسوسییتد پرس و دیگران، و یکی از فرماندهان عالی رتبه القاعده هم یک مرثیه‌ای برای این آقای المصری همرزم مقتول و معدوم خودش صادر کرده و منتشر کرده. بنابراین اگرچه رسما القاعده رو نگفته، ولی در واقع می‌بینیم که فرماندهی بالا رتبه القاعده داره این رو به طور غیر مستقیم یا تلویحاً به رسمیت می‌شناسه که این فرد کشته شده در تهران. بریمن، اگه نگاهی بکنیم به سیاست آمریکا و اسرائیل، میدونیم که دولت اسرائیل گفته که دونالد ترامپ در واقع نزدیکترین متحدش بوده که تا حالا در کاخ سفید داشته، اما در این حال میبینیم که دولت اسرائیل با آقای بایدن هم تبریک میگه. فکر میکنه که چطور ممکنه اسرائیل در آینده خودش رو تطبیق بده با سیاست‌های آقای بایدن؟ فکر میکنم یک سنتی هست از روابط خیلی نزدیک و گسترده بین هر دولتی که در واشنگتن بر سر کار باشه و هر دولتی که و نخست وزیری که در اسرائیل بر سر کار باشه. فکر میکنم روابط بین این دو کشور بسیار نزدیکتر و گسترده تر از اونی هستن که بخوان تحت تاثیر هر گونه ویژگی‌های شخصی یا دعواهای ایدئولوژیک یا اخلاقی قرار بگیرن. ما میدونیم که رابطه بسیار نزدیکی بین پرزیدنت اوباما و آقای نخست وزیر نتانیاهو به اون صورت نبود. بخوایم خیلی دیپلماتیک بگیم بهترین رابطه رو با هم نداشتن. اگه یادتون باشه داستانی که همکار من و خودم برای نیویورک تایمز، مجله نیویورک تایمز حدود یک سال پیش نوشتیم، یکی از صحنه‌هایی که توصیف کردیم وقتی بود که در یک ملاقاتی بین اوباما و نتانیاهو در دفتر اوال آفیس، در دفتر ریاست جمهوری در کاخ سفید، در اون زمان آقای بایدن که خب در 2012 معاون ریاست جمهوری بود و به شونه یکی از مشاوران امنیتی اسرائیل زد رو شونش و گفت من تنها دوست شما هستم در این دفتر. حالا نمیخوام اون عبارت رو به طور کامل تکرار کنم که یک مقدار
صریح‌تر بود، بذارید اینجوری بگیم. ولی به هر حال در دولت دموکرات، در حزب دموکرات، به هر حال منطقی هست و قابل پذیرش هست که اگر همچین دولتی بر سر کار بیاد، آقای نخست وزیر نتانیاهو به او زنگ بزنه، به او تبریک بگه، ولو اینکه در گذشته با هم اختلاف نظرهایی داشته باشند. بحث اینجا فقط بحث روابط شخصی نیست. سوال اینه که دولت جدید، دولت بایدن و فردی که وزیر خارجه جدید او خواهد شد و به جای آقای پومپئو بر سر کار خواهد اومد، آقای پومپئو که الان آخرین ملاقاتش رو از اسرائیل خواهد داشت به عنوان وزیر خارجه، اونها چه خواهند کرد در ارتباط با ایران؟ سوال اینه، آیا این سیاست نسبتاً تهاجمی دولت ترامپ رو ادامه خواهد داد یا اینکه تلاش خواهند کرد که برجام رو دوباره احیا کنند؟ این سوال اصلی است، سوالی است که همه میخوان پاسخش رو بدونن. و در ضمن اگر به سوال قبلی شما بخوام دوباره رجوع کنم، دلیل اصلی اینکه ایران واکنشی نشون نداده به حملات اخیر، بمباران‌های اخیر و اقداماتی که اسرائیل و آمریکا علیه او کردند، ایران می‌خواد یک مقدار تنش رو پایین بیاره، صبر کنه که احتمالاً بایدن، ما می‌دونیم که قطعا بایدن رئیس جمهور منتخب هست، ببینه که آیا یک گشایشی به طور بالقوه خواهد بود در روابطش با آمریکا یا خیر. ممنونم از شما رانن بگمن از روزنامه نیویورک تایمز از نیویورک با ما. ممنونم. اما اینجا در استودیو قیس قریشی، کارشناس حوزه خاورمیانه با ما هستن تا بیشتر در همین رابطه صحبت بکنیم. آقای قریشی، خوش اومدید به برنامه. اول برامون بگید که به نظر شما این اقدامات سوریه، این اقدامات اسرائیل در سوریه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید، اسرائیلی ها در سوریه تقریبا خودشون رو بازنده بازی میدونن. یک برنامه مدون ایران داشته، برنامه دو دهه‌ای بوده تقریبا، و این برنامه دنبال ایجاد یک قدرت بازدارنده، به خاطر اینکه میدونید تو موازنه قدرت اسرائیلی ها سلاح هسته‌ای دارن و نیروی هوایی دارن که متاسفانه تحریم ها علیه ایران باعث شده از نیروی هوایی محروم بمونه. این برنامه مدون امروز به سرانجام رسیده در سوریه، یعنی همجواری با اسرائیل و ضرب پذیر کردن اسرائیل در خاک خودش و در جوار خودش. دلیل جواب ندادن ایران به این حملات ایذایی از سمت اسرائیل دقیقا همینه. ایران 70-80% این برنامه مدون 20 ساله رو به سرانجام رسونده، امروز مستقر در جوار اسرائیله و هر گونه درگیری با اسرائیل به ضرر این برنامه است که شاید 2 یا 3 یا 4 سال دیگه هم به قطعیت و جنبندی مطلق برسه. روی این حساب اصلا منطقی نیست، یعنی منطقی نیست. این که از ایران جواب نمیده برنامه داره برای آینده در اون منطقه و ایجاد بازدارندگی. این برنامه چیه و چه درد ایران میخوره؟ این برنامه همجوار، این ببینید ایران از 3 مرز همجوار اسرائیل شده: مرز لبنان، مرز تقریبا غزه فلسطین و مرز سوریه. ببینید ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده در طول 200 سال گذشته و امکان نداره این جنگ علیه اسرائیل رو هم شروع بکنه. اما اگر اسرائیل و کشورهای منطقه، دقیقاً عربستان سعودی، بحرین و امارات، وارد هر جنگی که بشن با ایران، ایران به دنبال فعال کردن این پایگاه‌ها در همجواری اسرائیل که تقریبا قدرت دفاعی اسرائیل اونجا بسیار بسیار ضعیفه. حملات اسرائیل به ایران هم در سوریه نشان از ترس اسرائیل میده از استقرار و استحکام این پایگاه‌ها در مرزهای خودش. ببینید ایران وقتی که نگاه میکنه میبینیم که اسرائیل نیروهای ایرانی رو در سوریه بهشون حمله میکنه، اونها رو میکشه. از طرف دیگه هزینه هایی که این جنگ ها برای ایران داشته، تحریم های گسترده که علیه ایران اعمال شده، فکر میکنید واقعا چقدر الان در این مقطعی که صحبت میکنیم توجیه داره این اقدامات ایران؟ ببینید نفوذ ایران در منطقه نفوذ فرهنگی مذهبیه. مثلا ما تو کشورهای حوزه خلیج فارس وقتی صحبت میکنیم، شیعیان که اکثریت مطلق هستند و این نفوذ ایران یک نفوذ عقیدتیه. رو این حساب هزینه‌هایی که ازش صحبت میشه ایران میکنه خیلی
توجیه پذیر نیست اصلا، یعنی اصلا قابل یعنی اگر کشوری مثل سعودی در عراق سالی 10 میلیارد 12 میلیارد هزینه بکنه، اصلا ایران نیاز نیست توی عراق 400 500 میلیون دلار که این 400 500 میلیارد هزینه توی کشوری مثل عراق و قدرت اون بعد نفوذ استراتژیکمون در عراق رو تقویت کردن، 500 600 میلیون دلار در سال ایران به عنوان 27مین 28مین اقتصاد دنیا با 460 میلیارد دلار بودجه به قول معروف گردش ناخالص ملی در کشور، خب هزینه ای نیست در اصل. ولی دستاوردهای ملموسش برای ایران چی بوده؟ دستاوردهای ملموسش برای ایران توی هر مذاکره به هر حال ایران و آمریکا، ایران و آمریکا روزی روزگاری یک سال دیگه، 6 ماه دیگه، 5 سال دیگه باید بشینن و مسائلشون رو حل بکنن. آمریکایی‌ها، دموکرات ها، مخصوصا دموکرات ها معادله و موازنه قدرت در منطقه رو خوب میدونن، یعنی اونها میدونن که فشار بیشتر به ایران فایده ای نداره، دنبال یک طوری حل و فصل قضايا با ایران هستن. این موازنه 20 ساله در منطقه که جمهوری اسلامی به نظرم بسیار زیرکانه و حتی حکیمانه وضع کرده، توی اون مذاکرات بسیار بسیار برگ برنده ای دست ایران خواهد بود، به خاطر اینکه اگر آمریکایی‌ها به برجام برگردن و قرار باشه در مورد حوزه های دیگه مذاکره بشه، دستاوردهای این 20 سال در ایران مخصوصا همجواری با اسرائیل میتونه اهرم فشاری باشه تو اون مذاکرات علیه آمریکا و علیه متحدین آمریکا ضد ایران. به آمریکا اشاره کنید، فکر میکنید آقای بایدن وقتی که بر سر کار بیاد چقدر واقعا ایران جزء اولویتاش خواهد بود؟ ببینید دموکرات ها میگم تو جواب سوال قبلیتون گفتم موازنه قدرت در منطقه رو خوب میدونن. ببینید جمهوری خواها خواستن مثلا در عراق خواستن 3-0 ایران رو ببرن، بدون اینکه در صورتی که ما صحبت از ایرانی میکنیم با یک دایره تمدنی چند هزار ساله در منطقه و اصلا بردن ایران توی عراق 3-0 ببین زمانی که صدام بود عراقی ها نتونستن کوچکترین بردی نسبت به ایران پیدا بکنن. این نگاه جمهوری خواهان که یه بک‌گراند، یک عقبه مشاوره از از اون رادیکال های راست افراطی در اسرائیل با امارات متحده عربی و سعودی داشته نسبت به آقای ترامپ، شکست خورد، به طور مطلق شکست خورد. بعید میدونم دموکرات ها دنبال ادامه اون شکست ها باشن، یعنی دموکرات ها وارث آقای بایدن وارث شکست های ترامپ که نسبت به ایران تمام 12 شرط با ترامپ و تیم سیاسیش و دیپلماسیش امروز تقریبا کلم یکون شده، کسی دیگه توجهی نداره به اون شرط ها. روی این حساب من فکر میکنم یک توازنی در ارتباط آمریکا و ایران در منطقه خاورمیانه به وجود خواهد اومد. به نظر من میاد که آمریکای دوره آقای بایدن تن خواهد داد به قدرت منطقه ایران، دنبال شکست ایران نخواهد رفت، دنبال مهار ایران خواهد رفت. ممنونم از توضیحات شما قیس قریشی، کارشناس مسائل خاورمیانه ما. ممنونم. حالا سری بزنیم به عراق، جایی که منطقه سبز بغداد در اون در یک سال گذشته بارها شاهد حمله بوده. منطقه امنیتی که سفارت آمریکا هم عذرخواهی میکنم اونجاست و گفته میشه که هدف این حمله بوده. دیشب چند راکت در این منطقه فرود آمد اما ظاهرا خسارت جانی نداشته. ارتش عراق گفته که 7 موشک از شرق بغداد شلیک شده. ارتش عراق گفته که این موشک‌ها 4 موشک بودند، 4 موشک کاتیوشا که نزدیک سفارت آمریکا فرود آمدند. این تصاویری که می‌بینید تصاویری هست که از حمله دیشب داریم. 3 موشک دیگر هم به نقاط دیگر بغداد برخورد کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه موشک‌هایی که نزدیک منطقه سبز فرود آمدند یک کودک را کشته و چند نفر را زخمی کرده. تا الان می‌دونیم که هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات رو نپذیرفته و مشخص نیست که چه کسی پشت این حملات بوده. قبلا اما گروه کتایب حزب الله، اگر من بتونم این
واکس رو بزرگ بکنم. گروه کتاب حزب الله که گروهی مورد حمایت ایران آتش بس مشروط اعلام کرده بود. این گروه گفته بود که حملاتش رو به مواضع آمریکا در عراق متوقف میکنه تا نیروهای آمریکایی بتونند که هرچه زودتر از عراق خارج بشن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سالهای گذشته بارها از تمایلش به کاهش نیروهای این کشور در عراق و افغانستان گفته بود. این تازه ترین اقدام آمریکا در این جهته. با در نظر داشتن ایثاری که صدها هزار نظامی آمریکایی در دو دهه گذشته از خود نشان دادند و پیشرفت شگرفی که در این مدت داشته ایم، اکنون تحت رهبری شجاعانه رئیس جمهور ترامپ این نبردها را با موفقیت و به شیوه مسئولانه پایان می دهیم. رئیس جمهوری دیروز دستور داد شمار نظامیان ما در هر یک از دو کشور افغانستان و عراق تا نیمه ژانویه 2021 به 2500 نفر کاهش یابد، به شیوهی که امنیت نظامیان ما و دستاوردهای آنها حفظ شود. البته اگر کسی عزم ما را دست کم بگیرد یا بخواهد تلاش‌های ما را مختل کند، لحظه‌ای در بازگرداندن نیرو و در هم شکستن تمامی تهدیدها تردید نخواهیم کرد. We will not hesitate to restore deterrence and defeat any and all threats. حمله به منطقه سبز بغداد ساعتی بعد از اعلام خروج بخشی از نیروهای آمریکا در منطقه صورت گرفت. این تغییراتی که با اجرا شدن این فرمان شاهدش خواهیم بود، در حال حاضر حدود 3000 نیروی نظامی در عراق داره آمریکا، اما قراره که در نیمه ژانویه کمتر از دو ماه دیگه شمارشون به 2500 نفر برسه. تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان هم الان 4500 نفره که طبق تصمیم دونالد ترامپ 2000 تا از این نیروها قراره کم بشه و تا 15 ژانویه به 2500 نفر برسه. همکارم نفیسه کوهنورد همراه ماست از بصره عراق تا بیشتر صحبت بکنیم. به حملات افغانستان هم به کاهش نیروهای آمریکا در افغانستان هم حتما برمیگردیم نفیسه، ولی اول برامون بگو که از این حمله و چه کسانی که ممکنه پشتش باشن. پریزاد، بلافاصله بعد از حمله راکتی دیشب بیانیه ای از طرف گروه اصحاب کهف که جزو گروه های شبهگونه ای محسوب میشه که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس فرمانده هشت در بغداد اعلام حضور کردن، از گروه های مسلحی هستند که ماهیتشون مشخص نیست و در شبکه‌های اجتماعی بیانیه از طرف این گروه منتشر شد که میگفت این حمله راکتی واکنش این گروه به دستگیری 3 نفر از نیروهاشون در فلوجه است، که البته تایید این بیانیه به خاطر شبهگونه بودن ماهیت این گروه اصحاب کهف بسیار سخته. نکته اینجاست که این بیانیه از طرف شبکه‌های تلگرامی نزدیک به گروه‌های موسوم به مقاومت اول دست به دست شد، به نوعی که معمولاً بیانیه‌های تایید شده رو از طرف گروه‌های نزدیک به خودشون منتشر می‌کنن. اما امروز صبح کتاب حزب الله، سخنگوی کتاب حزب الله محمد محی، اعلام کرد که اون آتش بس مشروط همچنان پا برجاست و کس این حمله یا نشانه حماقت یا در حقیقت آمریکا رو متهم کرد که شاید کار خودشون باشه به خاطر اینکه بخوان عراق رو یا نیروهای به گفته خودشون نیروهای مقاومت رو وارد یک مرحله جنگ دیگه بکنن. باید بگم که 43 روز بود آسمان بغداد کاملا آروم بود، یعنی از زمان کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس هیچ وقت به این اندازه این 43 روز گذشته بغداد، اطراف بغداد و اطراف سفارت آمریکا در این شهر اینقدر آرام نبوده، شب آرامی رو نگذرونده. برای همین وقتی که این راکت ها شلیک شد اولین سوال این بود که آیا آتش بس به پایان رسیده یا نه، که کتاب حزب الله اعلام کرده که این آتش بس مشروط همچنان پا برجاست. ما خودمون هم یک مصاحبه داشتیم که حتما پخش خواهد شد از بی بی سی فارسی به زودی با آقای محی. وقتی پرسیدم که آیا
تاریخی برای اتمام این آتش‌بس مشروط گذاشتید یا نه؟ گفت نه، فقط منتظریم ببینیم که تا چه حد آمریکایی‌ها واقعاً مصمم هستن که عراق رو ترک بکنن. و حتی وقتی پرسیدم که خب این یک ماه، دو ماه، سه سال چند مدت منتظر خواهید بود، گفت همه چیز بستگی داره به این که چه چیزی ببینیم. و بیانیه امروزشون نشون میده که میخوان فاصله بذارن بین خودشون و گروه هایی که به گفته این گروه های مهمتر هشت شعبی شاید سرخود عمل میکنن یا سرخود دارن واکنش نشون میدن. هرچند از طرف دیگه یک نگاه دیگه وجود داره که علت این بیانیه یا تکذیبیه کتایب حزب الله کشته شدن یک دختر خردسال در این حمله راکتی وقتی که سیستم دفاعی سفارت آمریکا فعال شد و یکی از این راکت‌ها در یک منطقه مسکونی افتاد. ممنونم ازت نفیسه کوهنورد، همکارم از بصره عراق با ما. ممنونم. ما ارگ اگر ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به برنامه کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته که کاهش کمیت این نیروها بر کیفیت حمایت ناتو از نیروهای افغان تأثیری نخواهد گذاشت. همانطور که گفتیم، بر اساس دستور تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، قرار است تا نیمه ژانویه، یعنی کمتر از دو ماه دیگر، شمار نیروهای آمریکایی در عراق و همینطور افغانستان به 2500 نفر کاهش یابد. علی حسینی گزارش می‌دهد. وزیر دفاع موقت آمریکا گفته که خروج نیروهای این کشور منعکس کننده سیاست خاتمه موفق و مسئولانه جنگ ها در افغانستان و عراق است. تا 15 جنوری 2021 تعداد نیروهای ما در افغانستان 2500 سرباز خواهد بود. در همین تاریخ تعداد نیروهای ما در عراق نیز به 2500 سرباز می رسد. این تصمیم مطابق برنامه‌های تعیین شده و اهداف استراتژیک ماست که از سوی مردم آمریکا پشتیبانی می‌شود و به معنای تغییر در سیاست یا اهداف ایالات متحده نیست. پس از سال 2001 و سقوط حاکمیت طالبان، حضور نیروهای آمریکایی در سال 2011 به اوج خود رسید، 110,000 سرباز، و پس از آن سال به سال کاهش یافت و حالا صحبت از 2500 سرباز است. میچ مکانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا که از متحدان نزدیک آقای ترامپ است، تصمیم تازه او را اشتباه خواند. به نظرم خیلی مهم است که در ماه‌های آینده تغییرات تکاندهندهی در رابطه با سیاست دفاعی و خارجی نداشته باشیم. کاهش نیروها در افغانستان یا عراق یک اشتباه خواهد بود. در افغانستان اما میدان جنگ مثل همیشه گرم است. وزارت دفاع میگوید نشانه ای از خروج کامل نیروهای خارجی دیدن نمی شود و اگر هم دیده شود جای نگرانی نیست. بارهایی را گفتیم که تعداد امکان داره کم شود، ولی امکان از یام است که زیاد شود. ندیدیم تا بال نمونه را که تمام قوای خارجی برای و احیاناً اگر قوای خارجی از افغانستان میبراید، برادرها امروز 96% عملیاتتان مستقلانه است و اردوی خودتان میکنند. تشویشی هم نداریم، حاضر هستیم به دفاع مستقلانه افغانستان. ارگ ریاست جمهوری هم میگوید برای از بین بردن شورشگری و مشارکت با جامعه جهانی از جمله آمریکا متعهد هستند. طرف آمریکا به رئیس جمهور افغانستان از ادامه، تداوم و حمایت کیفی نظامیان آمریکا از نیروهای امنیتی و دفاعی ما اطمینان دادند. ما در یک مشارکت مهم و اساسی با نیروهای امنیتی بین المللی کار میکنیم به خاطر هدف مشترک. این که در کمیت فرق به میان خواهد آمد، این بالای کیفیت حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی ما تغییر نخواهد کرد.
در دو دهه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بیش از 2300 سرباز این نیروها کشته و حدود 21000 سرباز دیگر زخمی شدند. حضوری که تنها در بخش نظامی دوربر 780 میلیارد دلار هزینه داشته. با وجود فرمان ترامپ، فرماندهان پنتاگون نگران هستند. میگویند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دو پیام مهم به طالبان میفرستد. اول، این نیروها بدون گرفتن امتیازی و یا عملی شدن تعهدی از سوی طالبان افغانستان را ترک میکنند. دوم، کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان احتمال حمله به نیروهای دولتی این کشور را افزایش خواهد داد و همچنین به کاهش خشونت‌ها کمکی نخواهد کرد. علی حسینی، بی بی سی، کابل. کیت کلارک از مدیران شبکه تحلیلگران افغانستان از لندن با ماست. خوش اومدید خانم کلارک. با توجه به اینکه اخیراً در افغانستان شاهد افزایش خشونت‌ها هستیم، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، آیا نیروهای افغان خودشون میتونن تامین امنیت بکنن؟ سال خیلی دشواری بوده برای نیروهای افغان و شهروندان افغانستان. یکی از چیزهایی که ایالات متحده با طالبان در ماه فوریه روش توافق کرد این بود که اونها به طالبان حمله نکنند و در مقابل طالبان هم به آمریکایی‌ها حمله نکنند. ولی خب طالبان در ازای اون دارن به نیروهای امنیتی افغانستان، نیروهای نظامی افغانستان و شهروندان و غیر نظامیان افغانستان حمله می‌کنند و ما شاهد یک افزایش شدید و وحشتناک خشونت بودیم و خب این شدت خشونت واقعا قابل ملاحظه بوده. یکی از مشکلاتی که هست اینه که این توافق طالبان رو بسیار بسیار به اصطلاح جری یا جسورتر کرده. سازمان من چندین تحقیق میدانی انجام داده در میان طالبان و به این نتیجه رسیده که طالبان معتقدن که دارن میرن به سمت پیروزی نظامی و نیروی اصلی مقابل اونها که خطرناکترین رشمن اونها بوده، یعنی نیروهای آمریکایی، از میدان جنگ خارج شدن و این باعث شده که نیروهای ارتش افغانستان، نیروهای دولتی افغانستان در یک موضع دفاعی قرار بگیرن. اگرچه دولت تا حدی نیروی خودش رو داره، این خروج آمریکایی‌ها بسیار مشکل ساز خواهد بود و فکر می‌کنم برای نیروهای میدانی افغانستان، نیروهای دولتی افغانستان، اونها خب این تا وقتی که حس می‌کردن پشتیبانی نظامی آمریکا رو دارن، این حس خوبی بود برای اونها، برشون خیلی مهم بود. ولی خب این خروج نیروهای آمریکایی به این معنی است که اون حمایت طبیعتاً ازش کاسته میشه. اشاره کردید به موضع طالبان، اینکه نیروهای آمریکایی بدون اینکه تعهدی بگیرن از نیروهای طالبان دارن خارج میشن، فکر میکنید چه پیامی میده به این گروه و آیا خودش باعث افزایش خشونت ها نمیشه؟ بله، فکر می‌کنم که همه نگران همین باشن. واقعا جالبه و جای توجهه که وقتی آمریکایی‌ها از یک جایی میرن بیرون، خب دیگران هم دنبال اونها خارج خواهند شد. ما میدونیم که این بار ناتو البته خیلی منتقد سیاست آمریکا بوده. دیدیم بعضی از شخصیت‌های جمهوری‌خواه ارشد از تصمیم آقای ترامپ انتقاد کردند. بعضی از سران نظامی آمریکایی ولو در پرده در لفافه انتقاد کردن از این تصمیم. طبیعتاً وقتی شما یک روند صلح رو در پیش رو داشتین، میخواین که بعضی از کارت‌های خودتون رو، بعضی از برگه‌های خودتون رو حفظ کنین، در حالی که آمریکا الان حتی فراتر از توافق خودش با طالبان رفته و نیروهای بیشتر از اونی که باید شاید خارج می‌کرد رو داره خارج می‌کنه. همچنین فشاری که آوردن روی دولت افغانستان که اون 5000 زندانی طالبان رو آزاد کنند و خب میدونیم که خیلی از اونها دوباره به میدان جنگ برگشتن. بنابراین تنها برگ برنده یا برگ قویی که دولت افغانستان در جیبش داشت اون زندانیان طالبان بودند و خب وقتی اینها آزاد شدند اولویت بزرگی برای طالبان بود اون زندانی ها و خب اون اولویت هم دیگه حل شده و اون برگ رو دولت افغانستان، اون برگ برنده رو از دست داده. ممنونم از شما کیت کلارک از مدیران شبکه تحلیلگران افغانستان.
رئیس جمهوری ایران میگوید که با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا فضای تهدید به فضای فرصت تغییر میکند. حسن روحانی گفته که از 2 سال پیش که به گفته او جنگ اقتصادی شروع شد، دولت ایران به دنبال کاهش فشار بر مردم بوده. همزمان وزیر خارجه ایران گفته که این کشور برای اجرای کامل توافق هسته‌ای یا برجام منتظر لغو تحریم‌های آمریکاست. نعیمه نامجو در گزارشی از نگاه مقام‌های حکومت ایران به انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا می‌گوید. هر گام جو بایدن در زمینه سیاست خارجی دولت آینده‌اش و چگونگی رفتار با تهران زیر ذره‌بین ایرانی هاست. دو ماه مانده تا مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب آمریکا، امیدها در دولت ایران به بازگشت واشنگتن به برجام و کاهش فشار بیشتر شده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران از شناختش از آقای بایدن میگوید. ایشون بالاخره آدم کهنه‌کاریه در سیاست خارجی، تازه وارد نیست به سیاست خارجی. احساس من اینه که ایشون بهتر از آقای ترامپ تحولات بین المللی رو درک میکنه و میفهمه که محدودیت های آمریکا در این شرایط بین المللی چی هست. جو بایدن که در زمان امضای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی معاون باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا بود، در ماه سپتامبر در مقاله‌ای در CNN از روش برخورد دونالد ترامپ با ایران و خروجش از برجام انتقاد کرده بود. وزیر خارجه ایران می‌گوید که ایران آماده مذاکره بر سر بازگشت آمریکا به برجام است. اگر آمریکا تعهدات خودش وفق 2231 رو انجام بده، من نمیگم وفق برجام، وفق 2231 رو انجام بده، ما هم تعهدات خودمون وفق برجام رو انجام میدیم. 1-2 اگر آمریکا بخواهد عضو برجام بشه که این رو آقای ترامپ از بین برده، اون وقت ما آماده ایم گفتگو بکنیم که آمریکا چگونه میتونه عضو برجام بشه. لذا آمریکا در موقعیتی نیست که شرط بگذاره. تحریم قبلا هم داشتیم، اما جنگ اقتصادی از سال 97 داشتیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم امروز از شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا در قبال ایران گفت. یعنی ما علامت‌های کاهش قیمت کالاها، ارز، سایر مسائل، این رو داریم مشاهده می‌کنیم. تلاش دولت برای اینه که این مسیر کاهشی ادامه پیدا کنه. آقای روحانی میگوید دولت جدید آمریکا شرایط را تغییر می‌دهد و فضا از سمت تهدید به سمت فرصت حرکت می‌کند. اما او می‌داند که دولتش دولت مستعجل است و چند ماهی بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری در ایران نمانده. بسیاری از آنها که روزی هوادارش بودند با سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی از او رو برگرداندند. تکلیف منتقدان و مخالفان قدیمی هم که مشخص است. اما مهمتر از همه اینها رهبر جمهوری اسلامی که تصمیم گیرنده اصلی در مسائل سیاست خارجی است، پیش از انتخابات آمریکا گفته بود فرقی ندارد چه کسی ریاست جمهوری بشود. در مورد آمریکا سیاست ما یه سیاست حساب شده و مشخصی است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمی کنه. اما باید دید آقای خامنه ای حاضر است فرصتی را که حضور جو بایدن در کاخ سفید فراهم می کند از دست بدهد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفته راهی مطمئن برای بازگشت به دیپلماسی پیش روی ایران خواهد گذاشت. راهی که دونالد ترامپ با هر چرخش قلم بر پیچ و خمهایش می افزاید تا حتی رفع احتمالی تحریم ها را برای دولت آینده آمریکا دشوارتر کند. وزارت دارایی آمریکا همین امروز فهرستی بلند بالا از تحریم های جدید علیه مقام ها و شرکت های ایرانی منتشر کرد. یکی از اصلی ترینشان تحریم بنیاد مستضعفان و رئیس آن پرویز فتاح به عنوان بازوی اقتصادی رهبر ایران است. به نظر می آید دونالد ترامپ تا آخرین روزها سیاست فشار حداکثری را پی می گیرد.
سیاستی که وزیر خارجه آمریکا میگوید موفق بوده، اما تهران امیدوار است به زودی به پایان برسد. نعیمه نامجو، بی بی سی. دولت ایران قرار است به خانواده هایی که درآمد ثابت ندارند کمک معیشتی کند. این کمک 4 ماه خواهد بود. قرار است بسیاری از مشاغل از اول هفته آینده تعطیل شوند. در اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته نزدیک به 13500 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران ثبت شده و 480 نفر از مبتلایان هم جانشان را از دست دادند. هرچند حالا مقام های مسئول هم اذعان می کنند که آمار واقعی بسیار بیشتر است. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. بس شنبه آینده تمام تعطیلی گسترده در ایران و کمک‌های معیشتی 4 ماهه دولت به خانواده‌هایی که درآمد ثابت ندارند. افرادی که مشمول این کمک خواهند شد در ماه آذر، دی، بهمن، اسفند در این 4 ماه ماهانه برای هر به ازای هر نفر 100,000 تومان دریافت می‌کنند. و همچنین یک وام 1,000,000 هم برای همین خانواده ها که حدود تقریبا 10,000,000 خانواده میشه، حالا دقیقا مشخص میشه، برای اونها یک وام 1,000,000 هم شبیه اون وام 1,000,000 که قبلا پرداخت شد پرداخت میشه. ماهانه 100,000 تومان به ازای هر نفر. منتقدان میگویند کفاف خرج ماهانه خانواده ها را نمیدهد. 100,000 تومان به کجای مردم میرسه؟ 100,000 تومان خرج 2 روز یه خانواده 3 نفره هم نیست. دولت ایران میگوید در کنار کمک معیشتی به کسانی که درآمد ثابت ندارند، قصد دارد قیمت ها را کنترل کند و کاهش دهد. منتقدان میگویند با تعطیلی گسترده بخش زیادی از مردم که حالا هم با سختی با گرانی ها دست و پنجه نرم می کنند، درآمد خود را از دست می دهند و کمک معیشتی دولت بسیار ناچیز است. وعده حسن روحانی انتقاد بعضی از مسئولان را هم در پی داشت، از جمله اینجا در مجلس. اما سوال اینه که این منبعش و اختیار قانونیش کجاست برای اقدامات مالی؟ و بعد این رفتار دوگانه که اگر مجلس تصمیم بگیرد یه خدمتی به مردم بشود، اینجا نماینده دولت مخالفت میکنه، بعد خود دولت در یک ستادی که مجوز قانونیش حالا و عمل کردش محل سوال هست. رئیس سازمان برنامه و بودجه 2 روز پیش گفته بود مردم ایران به جای اعانه و یارانه خواستار رفع تحریم‌های آمریکا هستند. سخنگوی شورای نگهبان هم گفته که این شورا مصوبه اصلاح شده مجلس برای الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تایید کرده. شورای نگهبان مصوبه قبلی را رد کرده بود با این استدلال که منبع مالی اجرای آن مشخص نیست. قرار بود ممنوعیت ورود و خروج خودروهای غیر بومی از شهرهای بزرگ از امروز آغاز شود، اما این طرح بدون هیچ توضیح اجرا نشد و قرار است از شنبه همزمان با محدودیت‌های جدید اجرا شود. همزمان ستاد ملی مدیریت کرونا با انتشار اطلاعیه اعلام کرده که بعضی از اصناف جزو مشاغل ضروری هستند و در هیچ شهری تعطیل نخواهند شد. داروخانه ها و مراکز بهداشتی و درمانی، سوپرمارکت ها و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، فروشگاه های لوازم یدکی خودرو و مصالح ساختمانی، کارگاه های صنعتی و حمل و نقل عمومی از جمله این مشاغل هستند. سخنگوی وزارت بهداشت میگوید در شبانه روز گذشته 480 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. آمار مبتلایان و قربانیان مدتی است که اوج گرفته، اما بعضی مقام‌های پزشکی آن را 2 تا 3 برابر کمتر از آمار واقعی می‌دانند. سخنگوی وزارت بهداشت گفته که 27 استان ایران همچنان در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند و بقیه در وضعیت زرد و نارنجی هستند. ستاد ملی کرونا میگوید تعطیلات گسترده به مهار کرونا کمک خواهد کرد، اما اگر مردم رعایت کنند و به سفر و مهمانی نروند. نایب رئیس اتاق اصناف ایران اما از تعطیلی 2 هفته‌ای اصناف انتقاد کرده و آن را بی حساب و کتاب خوانده و گفته که معلوم نیست با تعطیلی اصناف چه کسی باید حقوق کارگران را پرداخت کند. ما جز مشاغلی هستیم که در این روزها به خاطر شیوع کرونا بسته میشیم. کارگر روزمزدیم، هر روزی که کار کنیم حقوق میگیریم و هر روزی کار نکنیم حقوق نمیگیریم. حقوقمون پایینه و اونقدری نیست که ما بتونیم با اون حقوق مثلا برای خودمون پس اندازی داشته باشیم. جزو خانواده های متوسطیم، جزو خانواده های ثروتمندی نیستیم که بگیم خب حالا مشکلی نیست، ما این مدت میشینیم تو خونه و از به قول معروف پس اندازمون استفاده میکنیم. ما هی روز به روز سفره هامون کوچیک تر میشه، روز به روز دستمون تنگ تر میشه.
در میانه نبرد بین دوگانه معیشت و سلامت، شاید انتظار برای واکسن کرونا تنها روزنه امید باشد. فرین آسمی، بی بی سی. هیئت دولت ایران بررسی لایحه بودجه سال 1400 را آغاز کرده. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که در این لایحه قیمت دلار 11 تا 11500 تومان و قیمت نفت بشکه 40 دلار پیش بینی شده. بهرنگ تاجدین در گزارشش میگوید این اعداد و ارقام ممکن است نشانه افزایش کسری بودجه در سال آینده باشد. همین 97 98 99 18 روز مانده به مهلت قانونی تقدیم بودجه سال 1400 به مجلس، امروز بحث بودجه در دولت ما آغاز شد. با وجود نگرانی‌ها درباره جور نشدن دخل و خرج دولت، رئیس جمهوری ایران میگوید وضع اقتصاد کشور یا لااقل بخش‌هایی از آن خوب است. علارغم فشار، علارغم کرونا، علارغم همه مسائل، رشد بخش تولید صنعتی ما در 7 ماهه 6.4 بوده. تو بخش کشاورزی هم در بسیاری از بخش ها ما افزایش تولید داریم. علی‌رغم کاهش صادرات نفتی به دلیل تحریم های آمریکا، همچنان یکی از معیارهای اصلی تدوین بودجه قیمت نفت و ارز است. نرخ ارز رو به گونه ای توی محاسباتمون دیدیم که حوالی 11 تا 11500 تومان باشه. نفت رو هنوز قطعی نکردیم ولی برآوردهای اولیه ما 40 دلار. هفته پیش معاون سازمان برنامه و بودجه گفته بود دولت انتظار دارد که سال آینده روزی 700 هزار بشکه نفت صادر کند. در این صورت درآمد نفتی دولت در بودجه احتمالاً 40 تا 60 هزار میلیارد تومان می شود. برای مقایسه بودجه امسال دولت 650 هزار میلیارد تومان بود. این یعنی بیش از 90% بودجه سال 1400 باید از منابع دیگری تأمین شود. دولت در 6 ماه اول امسال بیش از 1/3 هزینه هایش را با قرض گرفتن از بانک مرکزی و فروش اوراق بدهی به شبکه بانکی تأمین کرده. افت درآمدهای نفتی یعنی وابستگی بیشتر به این روش و در نتیجه رشد نقدینگی. افت درآمدها شاید دولت را به افزایش مالیات‌ها هم تشویق کند. تصمیمی که مثل رشد نقدینگی احتمالاً یک نتیجه دارد: بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. امروز قیمت بیت کوین به بیش از 18000 دلار رسید که بالاترین رکورد از زمستان 3 سال پیش است. قیمت ارزهای دیجیتال از زمان آغاز به کارشان در سال 2009 تا امروز افت و خیزهای زیادی داشته. اما قیمت بیت کوین چرا بالا میره و چطور یک دفعه سقوط میکنه؟ احسان نوروزی، روزنامه‌نگار در زمینه تکنولوژی از برلین آلمان با ماست. آقای نوروزی، خوش اومدید به برنامه. اول برامون توضیح بدید که چی شد که قیمت بیت کوین اینقدر بالا رفت؟ درود بر شما خانم نوبخت در فارسی زبانان سراسر جهان. ببینید، خیزش بیت کوین، جهش نجومی قیمت بیت کوین، در واقع 305% بیت کوین از روزی که کرونا به عنوان پاندمی اعلام شد توسط سازمان بهداشت جهانی، در واقع یه اتفاق بی‌نظیر بوده در تاریخ بیت کوین. اما همونطور که در گزارشتون گفتید، این سیکل‌های بهاری و زمستانی بیت کوین مدام تکرار شده در تاریخ 12 سالش. به خاطر بی‌ثباتی‌هایی که در اقتصاد جهانی بوده، عدم قطعیت و بسیاری از ابهاماتی که وجود داشته، از زمانی که در واقع مسئله بحران کرونا پیش روی جهان گذاشته شده، این روند صعودی شروع شده. از حوالی 3500 دلار رسیده به 10000 دلار، رسید به 10000 دلار و از وقتی که روی 10000 دلار بود، خبر پیپل اعلام شد که پیپل به کار به عنوان سرویس مالی بسیار مهم در سراسر جهان به کاربرانش این امکان رو میده که کریپتوکارنسی بخرن، بفروشن و نگه دارن. و به همین خاطر از اون زمان به بعد یه جهش دیگه 75% رو داشته. یعنی عملاً از 12 مارس که سازمان بهداشت جهانی کرونا رو به عنوان پاندمی اعلام کرد تا امروز، ما بیش از 300% افزایش داشتیم. اما یه نکته رو میخوام بگم که به نظرم بهتره از همین ابتدای گفتگو تفکیکش کنیم. بهای بیت کوین هست و تکنولوژی بکر و بی‌نظیر بیت کوین، بلاک چین و در واقع بیت کوین که پاداش این شبکه است. بهای بیت کوین خیلی ربطی به این نداره. ببینید، تکنولوژی بیت کوین تکنولوژی نامتمرکز و بی‌نظیر سرکوب ناپذیریه.
که از بهای بیت کوین مستقله. بهای بیت کوین با اتفاقاتی که در بازار بیت کوین میفته، پدیده‌هایی به نام نهنگ‌ها یا کسایی که در واقع بیت کوین رو به قیمت بسیار پایین خریداری کردن، جهت مارکت رو دیکته می‌کنن در برهه‌های مختلف و این مستقل از ارزش ذاتی بیت کوین هست و تکنولوژی که در واقع یکی از اتفاقات خارق‌العاده دنیای فناوری بوده و هست. به ارزش بیت کوین اشاره کردید، چقدر واقعا میشه به کلاً ارز دیجیتال به عنوان کالای سرمایه‌گذاری در واقع اشاره کرد؟ ببینید، به خاطر تلاطم‌های بی‌نظیری که در این بازار هست، به خیلی به عنوان کالای سرمایه نمیشه بهش نگاه کرد، مگر اینکه شما انقدر خوششانس باشید که در جاهایی که در واقع ترند ریورسال رخ داده، یعنی ترند مارکت از نزولی به صعودی برگشته یا از صعودی به نزولی، در اونجاها وارد شده باشید و پوزیشن در واقع امنی داشته باشید. یه نکته رو میخوام تاکید کنم که اون چی که در اینجا مطرح میشه به هیچ عنوان توصیه سرمایه‌گذاری نیست. تصور عمومی این هست. یه نکته مهم دیگه هم در واقع این هست که وقتی رسانه‌ها به این شکل بهش میپردازن، یعنی بیت کوین چاره‌ای برای رسانه‌ها نمیذاره جز اینکه به ماجرای تحولات مارکتش بپردازن، معمولاً تجربه تاریخی به ما نشون داده که این خبر خوشی برای بازار بیت کوین نیست. حتی تریدرهای حرفه‌ای و زبده میگن که این سیگنال سل هست، یعنی بیشتر سیگنال فروش هست مطرح شدن بیت کوین در رسانه‌ها تا وقت خرید. به همین خاطر بسیار باید محتاط باشن آدم‌ها. ببینید، تصور عمومی این هست که بیت کوین رو می‌خری و به قیمت بالاتری می‌فروشی، اما هر مارکتی از جمله مارکت بیت کوین دو جهت داره. شما هم میتونید شرط ببندید روی اینکه قیمت بیت کوین از اینجا که هست میره بالاتر و همین که میره پایین‌تر، و بسته به اینکه در پوزیشن درست هستید یا غلط سود یا ضرر می‌کنید. این نکته بسیار مهم هست. و اینکه ورود به این مارکت به کسانی که با الفبای ترید آشنا نیستن، مدیریت ریسک نمی‌دونن، واقعا توصیه نمیشه. مارکت بسیار پر ریسکی هست و بهتره که بیاموزند چطور سازوکار مارکت رو پیش از ورود به اون، به خاطر اینکه ورود رسانه‌ها به این مسئله آدم‌ها رو تحریک می‌کنه، تهییج می‌کنه برای ورود هیجانی به مارکت. و خب حتما ما موهای حرکات انفجاری و جنون‌آمیز رو در روزهای آینده خواهیم داشت، ولی نمی‌دونیم به کدوم سمت، هیچ کسی نمی‌دونه. ممنونم از توضیحات شما احسان نوروزی، روزنامه‌نگار در زمینه تکنولوژی با ما. با این گفتگو به پایان 60 دقیقه امشب رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو روی وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنونم از اینکه با ما همراه شدید. شب و روزتون خوش و خودتون خوب باشید.